سلام من آرشم اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاق مندن به شعر و به پارسی هستید و امشب میپردازیم به حکایت سی و از گلستان سعدی خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به حکایت 33 ام و و از گلستان سعدی بنابراین اگر 32 حکایت قبلی رو هم تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم حتما تماشا بفرمایید لذت میبرید و اما حکایت 33 سوم که در رابطه با نگه داشتن کانکشن های اجتماعی اینکه شما باید هوای دوستانتون رو داشته باشید و دشمنانتون رو هم کنترل بکنید که از کنترل خارج نشند که در روز مبادا از گزند در امان بمونید اسپانسر این پست شرکت فیوتکه. این شرکت در سال 1988 توسط آقای جواد مخبری در کالیفرنیای جنوبی تأسیس شد که عرصه فعالیت گسترده‌ای داره از تولید سنسور، لودسل، سل، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، مکانیزم‌های رباتیک گرفته تا مشارکت در پروژه‌های پرپیچ و خم مهندسی پزشکی. از مهمترین پروژه های ناسا که فیوتک در اون نقش تعیین کننده ای داشته میتونم مریخ نورد و یا حتی شاتل فضای دیسکاوری رو بهتون معرفی کنم که این فعالیت ها به ما نوید درک بهتر از جهان هستی رو میده برای آشنایی بیشتر با فیوتک میتونید به وبسایت یا لینکدین فیوتک که لینکش رو در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید سعدی در حکایت سی و سوم از گلستان میگه یکی از وزرا زیردستان را رحمت آوردی و صلاح همگنان را به خیر توسط کردی میگه از وزرا با زیردستانش خیلی با محبت رفتار میکرد با رحمت رفتار میکرد و صلاح همگنان را به خیر توسط کردی توسط کردن یعنی میانجیگری کردن میگه میانجیگری میکرد بین مردم که مشکلاتشون رو با هم حل بکنه مرتفع بکنه باهاشون خوب بود با مردم هوای مردم و زیردستانش رو داشت اتفاقاً به خطاب ملک گرفتار آمد یه اتفاقی افتاد که پادشاه تصمیم گرفت این وزیر رو بازخواست بکنه تا یه خطایی ازش رخ داده بود همگنان در استخلاص او سعی کردند و گماشتگان در عقوبتش ملاطفت نمودند میگه مردم در استخلاصش سعی میکردن همگنان در استخلاص او سعی میکردن یعنی در رهایی بخشیدن او تلاش میکردن که بیان پادشاه رو قانع بکنن که از این در گذر این رو عذاب و اقابش نده و خب گماشتگان یعنی معموران و نگهبانان پادشاه برای اینکه که عقوبتش بدن ملاتفت میکردن باهاش با ملایمت و خوشرفتاری در حقیقت رفتار میکردن اونجوری که پادشاه میخواست این رو عقوبت و عذاب نمیدادن و بزرگان ذکر سیرت خوبش به افواه بگفتند تا ملک از سر خطاب او درگذشت و خب بزرگان مملکت که پادشاه هم نزدیک بودن از ذات خوب او به افواه سخن میگفتند افواه یعنی در تمام دهان ها این سخن میچرخید و خب ملک بالاخره قانع شد که از عذاب دادن این وزیر بگذره صاحب دلی بر این سخن مطلع شد و این بیت بگفت صاحب دل اینجا یک درویشی است یک حکیمی است این سخن رو شنید و این ابیات رو گفت تا دل دوستان به دستاری باغ و ملک پدر فروخته به پختن دیگه نیک خواهان را هرچه رخت سراست سوخته به با بدندیش هم نکویی کن دهن سگی به لغمه دوخته به جذاب این میگه برای اینکه دل دوستانت رو به دست بیاری این کانکشن های اجتماعیت رو حفظ بکنی باغ و ملکی که از پدر هم بهت برس رسیده بفروشی میارزه خرج دوستانت بکنی که هواشون رو داشته باشی که سر موعد هوای تو رو داشته باشن پختن دیگه نیک خواهان را هرچه رخت سراست سوخته به رخت سرا یعنی اسباب اساسیه خونه میگه اگر قرار باشه دیگه دل دوستانت رو به جوش بیاری و بپزی رخت سرا و اسباب اساسیه منزل خونه رو هم بسوزونی زیر این دیگ روشن رو بکنی رواست چون بالاخره دوستان تو در انتها برای تو میمونن و از طرفی با بدندیش هم نکویی کن دهن سگ به لغمه دوخته به بدندیش اینجا بدخواه هست میگه با بدخواهت همین هم مسیر رو پیش بگیر حتی اگه لازمه تطمیعش بکن چون اگر این بدخواه تو سگ هاری باشه که دهن درنده داشته باشه یه لغمه تو دهنش بکنی درگیر اون تو رو نمیدره و خب من رو یاد غزل معروفی از حافظ میندازه این حکایت ده روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا این ده روز مهر گردون که دنیا روی خوش به ما نشون میده حقیقتا افسانه است و افسون قرار نیست در همیشه بر همین پاشنه به چرخه و ممکنه روزی به شرایطی دوچار بشیم که باید به یارانمون رجوع بکنیم بنابراین باید نیکی به جای یاران فرصت شمورد و در رابطه با دشمن بدخواه هم صحبت کرده آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا به زودی میبینم اتون. به سلامت